با درود خدمت دوستان عزیز خیلی از دوستان درخواست کرده بودن که علاوه بر اینکه ما نمونه سوالات امتحان به ااینز و یا به رو در کانال کار کردیم یه مقدار هم به نیووی اااینز و آ اَتسوای بپردازیم رو همین حساب امروز براتون یک نمونه نامه برای دوستانی که امتحان اااینز دارن آماده کردم که برای تلک هستش امیدوارم که استفاده بکنید خب صورت سوال نوشته شغایبن زی اندی توریستن این برلین یعنی بنویسید به اطلاعات توریستی یعنی اون اداره که مربوط به اطلاعات توریست در با توریست کمک میکنن بهشون اطلاعات میدن در برلین خب موارد زیر که با پونکت علامت گذاری شده راجب این پونکت ها همیشه باید شما بنویسید خب یعنی به قصد همیشه اینطوریه که توی امتحان شما یک مبحثی میگیرید بهتون میگه که راجع به این پونکت هایی که زیر هم نوشته شده یک یا دو جمله بنویسید پونکت اول چیه زی کامن ایم آگوست ناخ برلین خب یعنی شما بایستی بگید که شما میاید در آگوست به برلین گزینه بعدی بتنزی یعنی خواهش کنید اوم اینفرماسیونن اوبا فیلم تیاتا موزین اونزو وایتا کلتور پروگرامه یعنی خواهش کنید که اطلاعات نیاز دارید درباره فیلم ها تئاتر ته، ته، موزه ها و غیره اون سوایت ها به معنی اون به معنی و غیره هستش خب یعنی راجبه این هم واسه شما یک جمله یا دو جمله بنویسید بعدی چی بتنزی اوم هتل آدرسن. یعنی خواهش کنید که آدرس هتل ها رو به شما بدن بعدش نمیشه شخواهی بنزی سو یدم پونکت این بیس زوی زتسن خب پس بنا شد راجع به هر پونکت یا هر نکته یک تا دو جمله سیرکا درائسش بارتا سیرکای با معنی تقریبنه تقریبا سی تا کلمه یا واژه شما بایستی بنویسید آفتن فراگن بوگن یعنی تو اون کاغذی که بایستی جواب امتحان رو توش بنویسید توی اون باید بنویسید بعدشهم نوشته فrگسن زیننش ن پسن انفنg اون گوس امشلوس یعنی فراموش نکنید شروع مناسب و متناسب با نوع نامهنگاریتون و حالت اون گقوس آخر که حالت خداحافظی داره در انتها منظورش چیه دو حالت ما نامهنگاری تو آلمان داریم تو زبان آلمانی یه مدل حالت این فرمل هست یعنی غیر رسمی که شما به دوستاتون مثلا میتونید بنویسید به دوستا آشناها که با لیبه یا لیبا یا هلو یا این چیزا شروع میشه آخرش هم گوگوز آخرش هم فرق داره یه مدرم هست رسمیه به طور مثلا شما که به یک اداره نامه میزنید یا به یک شرکتی یا به یک جایی که حالت رسمی داره شما دیگه حالت فرمل باید بنویسید خب همین کلی پونکت داره کلی نمره داره تو امتحان یعنی اول و آخرش متناسب با نوع نامه باشه یعنی چی؟ الان ما میخوایم اینجا به یه اداره که برای گردشگری و توریست هست نامه بزنیم پس رسمی میشه همیشه نامه های رسمی با زه دامنون هرن شروع میشه خب می سید زه دامنون هرن همیشه هم ثابته یعنی هر موقع میخوایم شما به جای رسمی نامه بزنید با اینه و یه کما میذارید بعدش بعد میادید یه خط پایین تر نکته مهم اینه که اولین کلمه ای که بایدید بعد شروع بکنید باید حتما کوچیک نوشته بشه خب گزینه اول چی بود؟ بعد بنویسید خب شروعش رو نوشیم بعد گزینه اول اینه که نکته اول زی ایم آگوست ناخ بلین یعنی شما توی آگوست میخواین برین بلین خب همینو چون اینو بسید یاد بگیرید بچه ها راحت میتونید از صورت سوال یه جوری برگردونید فائلش رو عوض بکنید و همون جمله رو بنویسید خب اونجا نمیشه شما میاد در آگوست به برلین خب شما بگید که من میام دیگه پس میشه ایش کمه حالا من اینجا به تو مثال ام دیگیتن آگوست حالا یه تاریخ هم اضافه کردم تو آگوست همیشه دستتون بازه میتونید زیاد و کم بکنید یا بشه ایش کمه ام دیگیتن آگوست ناخ برلین خب این شد یک جمله و بعدش هم ادامه دادم نوشتم اون ماشت دورت اولاب مخن خب اینجا میبینین چون اوند اومده و فائل یکیه من ایشش رو حذف کردم پس حالا ما دو جمله راجع به پونکت اولی با هم دیگه نوشتیم حالا این سراغ دومی نوشته بیتنزی اون اینفرمیشن حالا قرار شد که اطلاعات کسب کنیم پس چی میشه همون رو دقیقا برمیگید با زبان خودتون میگید ایش بیت خیلی آسون ایش بیت ازی اون اینفرمیشن اوبر فریم تئاتر موزن نقطه دیدیم به همین راحتی شما بدون این که بخواید چیزی از خودتون ابداع بکنید همون صورت سوال یه جوری برمیگردید و از زبان خودتون بیان میکنید کاملا هم درسته و نمره کاملا هم میگیرید خب بعد حالت بعدی بیتن اوم هتل آدرس نمیگه خواهش کنید که آدرس هتل به شما بدن خب میتونید از خودتون خلاقیت داشته باشید به طور مثلا جمله ساده بنویسید بنویسید که ایش زوخ گونستیگ هتلز یعنی من دنبال هتل های ارزان قیمت میگردم نقطه بعد میتونید بگید که کنن زیمیا بت هتل ادرسن یعنی میتونید شما لطفا به من آدرس هتل ها رو بدید و یا به میتونید همون بالا رو دقیقا از زبان خودتون بگید ایش بت زی اوم هتل آدرسن. پونکت و به همین راحتی ما در حقیقت هم راجع به هر پونکت یک تا دو جمله نوشتیم و مجموع واجه هامونم هم از سیتا بیشتر شده یعنی همون چیزی که انتظار میره که نمره کامل رو تو این امتحان بگیرید در آخرش هم تمام نامه های رسمی که با زیگیت دامنون هیان شروع میشن میتونید همیشه میتفقاندلیشن گروسن بنویسید یعنی با سلام های دوستانه سلام های گرم همیشه این حالت ثابته دوستان برای دوستانی که میخوان حالت رسمی بنویسن همیشه اولش با دامنون هیان شروع میشه آخرش هم با میدفگاندشون کوقصن به اتمام میرسه و بعدش هم اسم کوچیک یعنی اسم خودتون و نام خانوادگیتون رو مینویسید همین خودش نمره داره که شما دیدین جمله آخر نوشه فکسن زی نیشتم پاسندن انفنگ اون کوروس هم شلوس یعنی فراموش نکنید که اون شروعتون و پایانتون متناسب با نوع نامتون باشه بسیار خوب امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین اگه ویدیو دوست داشتین لایک بکنید و اگر پیشنهادی هم دارید میتونید تو کامنت ها بنویسید که بر طبق خواسته شما من ویدیوهای بعدی رو هم درست بکنم فراموش نکنید که حتما روی گزینه آبونیقن کلیک بکنید عضو به کانال بشید و بعد روی اون علامت زنگوله کلیک بکنید که هر موقع ویدیو جدید میاد همیشه در دسترستون باشه و به شما یوتیوب خبر بده پسا ویدیوی بعد بدرود.